سلام دوستان، کیمیا هستم و به چنل کینگز ریاکت خوش اومدید. خب تو این ویدیو اومدم به آهنگ نپرس از صادق ریاکشن برم. این البته موزیک ویدیوه و شما از قبل از ریاکشن من به آهنگای برد و باخت که فیت صادق بود با سوگند و راکستار که فیت صادق بود با پیشرو میدونید که من چه اسمی نسبت به صادق دارم، میدونید که چقدر ازش خوشم اومد توی همین چند تا آهنگ کوچ کردم ازش و حرفایی هم که توی کامنتار جاش به میزدین که چقدر توی موسیقی به آدم آروم و چیل و کلا آرامش خالص معروفه، باعث میشد که حتی بیشتر ازش خوشم بیاد. پس خیلی الان اجازه دارم که به یکی از پردرخواست‌ترین موزیکا از صادق به اسم نپرس ریاکشن برم. بله، اگر ریاکشن قبلی رو ندیدید پیشنهاد میکنم حتما حتما بعد از این ویدیو برید اونم ببینید. اینجا بود که من اولین بار صادق رو شنیدم و کلا خیلی جذب شدم به سبک رپ کردن و همه چی. فقط قبل اینکه شروع کنیم یادتون نره که اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما حتما لایک کنید و کانالمون سابسکرایب کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید با دوستاتون شیر کنید. بله، اگه دوست داشتین که من در ارتباط بشیم میتونید توی اینستاگرامم دنبال کنید، تاگی رو اینجا میذارم و لینک مستقیمم توی دیسکریپشن. بله، نهایت اگه دوستان که محتوای بیشتر از من ببینید میتونید توی کانال اصلیمم دنبال کنید که اسمش رو اینجا میذارم و لینک مستقیمم توی دیسکریپشن. اونجا هم محتوای فان، سرگرمی، چالش‌های باحال، ولاگ‌های باحال، کلا محتوای بیشتری که واسه شما بیشتر منو بشناسین آپلود میکنم. پس حتما اصلا اگر دوست داشتین اونجا رو چک کنین و بریم که شروع کنیم با موزیک نپرس از صادق. این کسی که توی ساختمونه همین شخص کردنش میده این صادقه و چه موزیک قشنگی. الان اول اصلا می که موزیک خب پر اختشاش و سرصدا و این چیزاست که با ترکیبی با یه موزیک ملایم پس زمینه که یه جور دوگانگی هستش که قشنگه، خیلی قشنگه به نظر من و کلا هیچ وقت عوض نمیشه این مود صادق، چون من این مودشو خیلی دوست دارم و اگر مثلا همیشه کلا توی این حالت و این موده من دوستم خیلی بیشتر موزیک ازش به معرفی کنید و گوش کنم، چون خیلی 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 حس خوبی بهم میده این موزیک. تا الان موزیک خیلی حس خوبی بهم داده، خیلی چیل و آروم و قشنگه. در هر حال صادق نخونده و نمیتونم صبر کنم تا شروع کنم به خوندن و بیشتر این موزیکو ادامه بدم. چرا این آدم اینقدر قشنگ و با احساس میخونه؟ خیلی خیلی خوب، من نمیخوام زیاد پاس کنم، مثلا موزیکو گوش کنم، خیلی قشنگه. چی توی مرزوی بقیه از گرچی که واسه ما سهم کوچیکه. وقتی چشم و خاکستری دید فهمیدم مرامم و بستگی نی، فهمیدم عزیزام و دوست دارم، فهمیدم به جز این خاک بستری نی. هر باد رفته، هر روز هفته، این روزا این حسم از توم رفته، چند تایی دلو گرم کردم اما این زمستون هر روز برفه.
وقت صبح کار ما دیگه پنگ گذشت منو بشناس از سر گذشت گذشتم من از سر گذشت یه وجب دو وجب فرقی نداره از سر گذشت یه نفر کیش هممون ماست حرف من اینه از سر تو تش همونطور که میدونید از همونطور که تا الان تو این دو تا ریاکشن قبلی از صادق من گفتم خیلی خیلی مودش رو دوست دارم و خیلی آرامش و سبکش و همه چیش رو خیلی خیلی دوست دارم، ولی توی این موزیک خورده زیادی دپرس این موزیک توی موزیکای قبلیش نه اینکه همچین شاد و شنگول باشه، ولی اصلا دپرس و خیلی همچین دارک نبود. توی این موزیک داره دپرس و دارکه، ولی خب بعضی وقتا مود آدم میکشه اینا رو گوش کنه دیگه. نمیدونم، یکی یه چند وقت پیش کامنت گذاشته بود که به این دختر صادق معرفی نکنی سیگاری میشه بعدن، و اوکی الان میتونم بفهم چرا این حرفو زده بود. حالا من سیگاری نمیشم، ولی خب اینی که چرا این حرفو زده رو من نمیفهمیدم، چون توی تو موزیکای قبلی که گوش کردم و فیتایی که داده بود زیاد حس نمی‌کردم، فهمی کنم خیلی فقط صرفا آرامش داره و خیلی قشنگ و آروم و میدونی مثلا اون شکلی، ولی این موزیکو که گوش کردم صرفا آروم نیست، یه خوردم دپرسه که میگم بعضی وقتا مود آدم میکشه این شکلی گوش کنه. حالا نقاشی کشیده بود و موزیک اینی که رفت زیرا کلا یه ساوند افکتایی هستن که خیلی باحال میکنه این موزیکو. این تیکم خیلی جالب شد که رفت زیرا توی اون حس دارکی که داشت و اون شعرای دارکی که داشت میخون این حسه رفتن زیر آب دین، مثلا میگن احساس میکنیم دارین غرق میشیم، یه همچین چیزی رو تداعی کرد که به نظرم جالب بود و میخوام بدونم که نقاشی که کشید چیه. تموم شد. نمیدونم دقیقا چه جور فازی داشت آهنگه، فهم کنم خب دپرس دیگه، فاز دپرس داشت، ولی نمیدونم مثلا اون پرنده برنماده یه چیزی می بود و اینی که خودش آتیش کشید و با اون آتیش که خودش کشید گرم کرد خودش رو، فهم کنم نشونه اینه که، یعنی چیزی که من میتونم حد بزنم اینه که خودش بعد مثلا برای خودش بسازه اون گرماشو توی اون دنیا خاکستری که داره، اون مثلا شعله‌ای که باید وجود داشته باشه و نداره رو خودش واسه خودش درست کنه. شاید دارم خیلی کلیشه‌ای و سطحی نگرانه میگم، نمیدونم، ولی این چیزیه که من ازش برداشت کردم که آتیشی که کشید رو خودش رو باش جاش گرم میکرد. اون پرنده رو دقیقا نفهمیدم قضیهش چی بود که پرنده توی قفس خوش اونگاه دار زده بود یا مرده بود این همچی، ولی بعدش انقدر اون آدمه سر اینی که این پرنده مرده بود ناراحت شده بود. نمیدونم، شاید من موزیک ویدیو برای چیزی میفهمیدم، شاید صرفا موزیک ویدیو یه چیزی بوده که همینطوری بخواد جو یه خورده دارکی داشته باشه و با این موزیک کامپلمنت بشه. این موزیک قشنگ بود جدا و میگم برای بعضی وقتا به مود آدم میخوره و بهش حال میده که همچین موزیکی گوش کنه و سر همین موزیک خفنی بود. ولی اگر که موزیکای دیگه ای از صادق میشناسین که حالا صرفا دپرس نه، ولی اون مدل قبلی که ازش گوش کردم و خوشم اومد که چیل بود، آروم بود، ولی قشنگ بود، اگه از اون مدلیا بازم میشناسین به معرفی کنین، یا این مدلیا فرقی نمیکنه، کلاً آهنگای خفن صادقو بیشتر توی کامنت ها به معرفی کنین، چون خب 100% همشون یه فاز و یه مود که نمیره جلو و بعضی وقتا مثلا یه همچین موزیکی هستش که با بعضی فازا میخونه، بعضی وقتا موزیکای دیگه هستن که بعضی فازای دیگه میخونن، پس موزیکای بیشتر از صادق حتما توی کامنت ها به معرفی کنین و این ویدیو رو لایک کنین که بدونم دوستان که از صادق واسهتون ریاکشن برام، پس حتما یادتونه که این ویدیو رو لایک کنین. ولی خب این ویدیو دیگه تموم، خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. یادتون نره که اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانالمو سابسکرایب کنید و این ویدیو واسه دوستاتون شیر کنید و امیدوارم شب و روز خیلی خوبی داشته باشین. تا ویدیو بعدی، خدافظ.